خودتون تصمیم میگیرید و از الان وقتتون رو بذارید دو سه تا زبان یاد بگیرید، یه چیز مهارتی اوستا بشید، توی ورزشی، توی چه میدونم تفسیر قرآن، اون یکی توی این همه مهارت، این همه کلاس مفت، یعنی یوتیوب رو ما میکنید آموزشه، کانال ها رو ما میکنید همجیر آموزشه، وقت بذارید چیز درست حسابی یاد بگیرید. به خدا موفقیت خیلی آسونه، اصلا سخت نیست، فقط کافی اون 8% بیشتر فضاوتی، اون 8% بیشتر با بقیه صحبت کنه، اجازه بده تصمیم نهایی رو 8% بگیره، اون حرف بزنه در خانه، اگر کسی هست یک حرف راست اون باید حرف بزنه. تمرین کنید، این تمرینه گفتم براتون، تمرین مثلا با دست راست باز میکنید دکمه‌هاتو، با دست چپ باز کنید، همین جلو اون کوریکول برینه وای میسته دیگه، اون چون عادت داره با این راحت‌تر انجام میده، کمتر انرژی مصرف میشه، این کارو بیهوده میدونه، اعصابتو خوب میکنه. هر چیزی که مقابل با نفسه، با آب مثلا چه میدونم، با نمک غذا میخوردی نخور، گرسنه دست از غذا بکش، یه خورده اصلا گرسنه کشتن اندازه نکش، سوء تغذیه بیهوش بشی بیفتی، نمیدونم اندازه گرس تا گرسنه نشی سر غذا نرو. این دستورات دینی ما فنیه، صبح از خوابت بلند بزن بیدار شو، ای بهش میگه نماز صبح، آه ببخشید، همه اینا چون مقابله با اونه میره توی بخش انسانی مغز بررسی میشه، چون بخش قضاوت دیگه، میگه چرا این کارو نکرد، اینا یه پدیده مهم میدونه، چرا غذا نخورد، وای یه فاجعه رخ داده، سری باید بررسی میشه، تو مغز جلسه میذارن، کجا مسئول بررسی شه؟ بخش انسانی، یه بدین من باید بررسی کنم پرونده رو، ببینم هر بار که بررسی میکنه اونجا یه رد عصبی میسازه، هر چی اونجا رد عصبی بیشتر بسازی 8% بیشتر میشه، 8 میشه 9 میشه 10% میشه. برای همین مثلا میگن که روزه هوش رو زیاد میکنه، برای همین دیگه الان دیگه فستینگ میکنن، دوره فستینگ 16-8 رو انداختن، کلی سکولار هم هستن بیدینن، با هم دیگه بولن میشه خب بچه ها از ساعت فلان تا فلان هیچی نمیخوریم، بیاد حاضری بزنی تو گروه، میره حاضری میزن تو گروه، 16% هیچی نمیخورن، ببخشید ما بهش میگیم روزه تازه ثوابم داره میگه چرا نمیخوری؟ میگه بدنم سالم میمونه، چربی بیشتر چربی میفتم رو دوره، چون از 12 ساعت به بعد شما رو چربی سوزی میفتی دیگه، قند و خون تموم میشه، میرفتی رو چربی سوزی، چربی سوزم دو سلولای سرطانی رو دیگه بهشون غذا نمیدم، خود سلول سرطانی شروع میکنم خوردن، بهش میگه اثر اتوفاژی سلولی،